به نام خدا. ادامه چپتر پنجم مضمون انجینری آبیاری هست. محصلین عزیز، ما در سکشن قبلی فرمول هایی رو خوندیم که میتونه مقدار آب که از یک ساحه جریان پیدا میکنه اونا توسط فرمول ها محاسبه کنه، و همچنان ما فرمول های برای شدت بارندگی محاسبه کنه خونده بودیم. حالا به ادامه از او اگزمپل داریم که ارتباط میگیره با استفاده از فرمول رشنل، که قبلا فرمول رشنل ما تعریف کرده بودیم به قسمت. در اگزمپل گفته شده catchment area of 20 square kilometer consists of 2 territorial area and 1 territorial urban area. در کل حوزه آبی هست که این 20 کیلومتر مربع هست و شامل 2/3 ساحه شهری، ساحه روستاها و 1/3 ساحه شهری می باشد. The rainfall in the whole catchment area is recorded as 25 millimeter per hour. بارندگی در کل از این ساحه که بارندگی رسید میکنه 20 میلیمتر در ساعت هست. Find the total runoff from the catchment area. شما مقدار جریان ستیر که از همین ساحه صورت میگیره محاسبه کنید. برای حل این سوال ما اول، به خاطر که ما بتونیم با معادل باز فرمول رشنل بسازن، این فرمول رشنل هست، مساحت در فرمول رشنل باید به کیلومتر نباشه، باید به هکتار پیدا بشه. پس ما میتونیم در اول تبدیل واحدات انجام بدیم. 20 اسکوئر کیلومتر، 21 کیلومتر مربع تبدیل میکنیم به هکتار. وقتی شما هر کیلومتر مربع به یک قسمت تبدیل کنیم به هکتار، تقریبا ما میتونیم به یک قسمت بگیم 10,000 ضرب در 1,000 به که 20، تقریبا 20 ضرب در از دو قسمت بشه، تقریبا بتونیم بگیم که 200,000 20,000 میشه 20,000 وقت 200,000 میشه وقت 200,000 ما تقسیم بر 10,000 متر مربع بسازیم، پس میتونه 2,000 هکتار به دست بیه. یعنی ما تبدیل واحدات انجام بدیم، 20 کیلومتر مربع میتونه تبدیل کنیم که مساوی بشه به 2,000 هکتار. از این 2,000 هکتار 2/3 سایه روستاها تشکیل میده، پس ضرب در 2/3 اقدر مساحت هکتار سایه روستاها هست که جریان انتقال میده، و این هم سایه که برای شهر هست 1/3 سایه که 667 هکتار میتونه مساحت باشه که اینا آب باران از اینا سرازیر میشه. رینفال انتنسیتی برای ما داده شده در این سوال 25 میلیمتر بر ساعت. وقت ما از این که آی بر 36 استفاده کنیم، آی ای بر 36، آی باید شدت بارندگی به سانتیمتر بر ساعت باشه، پس ما میتونیم به سانتیمتر بر ساعتی تبدیل کنیم. 25 میلیمتر بر آور میتونیم به 2.5 سانتیمتر بر ساعت تبدیل بشه. ضریب رناف یا ضریب جریان که به کان نشان میده، میتونیم بگیم فرض کنیم 0.3 برای ساحه روستاها و 0.5 برای ساحه شهری. پس فرمولی که به قسمت ما داریم که کیو مساوی میشه به کا ضرب در آی ضرب در ای، که حجم جریان رو ما میتونیم از این فرمول محاسبه کنیم. اطلاعاتی که در این فرمول لازم است که آی ای همه در این قسمت داره، ولی ما برای پیدا کردن مقدار جریان دو تا جریان داریم، که یکی میتونه جریان باشه که از سایه شهری باشه، و یکی میتونه جریان باشه که از سایه روستاها باشه. یکی از گزینه ها اینه که ما بتونیم کار تبدیل کنیم به یک کا که از حاصل هر دو ساحه باشه، پس ما میتونیم به این قسمت چون دو تا هست مستقیم هم محاسبه کرده میتونیم، ما از میتونستیم تا کای معادل بسازیم که ای کا
کایک ای یک تقسیم بر ای مجموعی بشه. ولی حال چون ما بعد اثر این فرمول دو تا مساحت داره مستقیم میتونه محاسبه کنیم، دو تا کا دو تا مساحت راحت، اگه چندین کا بود باز میتونیم یک کا معادل پیدا کنیم. اینجا دو محاسبه ساده تر است. یک بر 36 مشترک هست، میریم اولی کا ضرب در آی ضرب در ای از مساحت اولی، کای اولی از 0.3 بارندگی کا آی 2.5 و مساحت اولی هم 1336.33. جمع جریان دومی کای 0.5 مساحت آی داریم 2.5 مساحت 606 داریم و 0.67، پس میتونه 50.925 متر مکعب بر واحد ثانیه جریان از این ساحه پیدا بشه که میتونه از این ساحه عبور کنه. این یکی از جدول های هست که در این جدول برای ما برای ساحات مختلف تایپ آف کاور، سایه پوشش‌دهی که سطح زمین چه چیزهای پوشش داده، تایپ آف سویل، چه نوع خاک است، ساحه فلت باشه، هموار باشه، رولینگ 2% تا 10% رولینگ داشته باشه، مونتینز باشه اوور 10% از نگاه میلی یه قسمت بیشتر از 10% باشه. پس میتونه شما ضریب جریان یا رن آف کوفیشنت که به اینجا سی آورده ولی در فرمول که برای چی استفاده میشه مقدار از او کاه هست. رینفال انتنسیتی شدت بارندگی، ما شما شدت بارندگی بر اساس فرمول هایی که قبلا داشتیم پیدا کردیم. حالا اگر ما خواسته باشیم از طریق فرمول کار نکنه، میتونه از طریق گراف هایی که به نام IDF یا به نام Intensity Diffusion Frequency، فرکانسی بارندگی یا تکرار بارندگی نظر به دوام از او شدت خواسته باشه پیدا کنیم. اگر این کرب موجود بود کار بجار ساده میسازه. در این کرب سه چی داریم بی قسمت، یکی بساب بی قسمت گراف 10 سال است، این گراف بعدی گراف 20 سال است و این گراف 50 سال هست. امکان داره بعضی گراف ها تا 100 سال هم میزان بارندگی داده باشن. یکی از گراف های است که IDF هرات نشان میده. ما میتونیم در این قسمت مثلا اگر شدت بارندگی به این حد داشته باشیم، ما میتونیم انتقال بدیم به یک از گراف ها، هر گرافی که معیار قرار مثلا گراف 50 سال قرار بدیم میتونه در مقابل شدت بارندگی به میلی متر بر ساعت پیدا کنیم. یکی از گزینه ها هست در صورتی که ما شدت بارندگی نداشته باشیم از فرم دوام بارندگی اینا از فرمول کار نگیریم، میتونیم از IDF گراف کار بگیریم که یکی از بهترین روش ها برای محاسبه در مقدار شدت بارندگی در صورتی که IDF گراف ها در همون سایه تحت مطالعه ما موجود باشه. اگر ما IDF گراف نداشتیم، در اون صورت روشی که ما میتونیم برای محاسبه شدت بارندگی به کار ببریم فرمول هست که در این قسمت داده شده، I مساوی است به R بر 24 ضرب در 24 بر T3 ضرب در K. آی بی قسمت شدت بارندگی هست به میلی متر بر ساعت داده شده، آر بی قسمت مکسیمم دیلی رینفال هست یا حد اعظم بارندگی روزانه که ما در همون فرکانسی به میلی متر در نظر میگیریم برای دیزاین، تی سی تایم آف کانسنتریشن هست یا کانسنتریشن زمان تمرکز، به قسمت در هایدروژی هم روی صحبت کرده بودیم، زمانی که چندین جریان در یک نقطه جمع میشه همون زمان دوام بارندگی است، بارندگی دوام کرده، با دوام بارندگی مثلا آب که از چندین مساحت جمع آوری شد در یک کانال میرزه در همون مقطع کانال همون بنام TSC یا تایم آف کانسنتریشن یاد میکنن، یا از زمانی که جریان برای مفتیتایی که از کانال عبور میکرد به نام TSC یاد میکردن. کا یا به این قسمت ضریب نفوذ پذیری هست که قیمت تقریبی از او برای گراف 10 سال در افغانستان 0.722 داده شد. تایم اف کانسنتریشن بیشتر هم گفتیم عبارت از بیشترین زمانی هست که در بر میگیره برای قسمت از بارندگی
که بتونه از یک حوزه آبگیر، از یک حوزه آبی انتقال پیدا کنه و خارج بشه، که این زمان معمولا از یک قسمت واترشد هست که میتونه آبر به قسمت بیرونی انتقال بده. واترشد میتونه تقسیم بشه به چندین میل که هر کدوم از اون میل ها از اون نظر به جریانه که انتقال میدن عبور میدن میتونن متفاوت مقدار تایم آف کانسنتریشن داشته باشن، که این تایم آف کانسنتریشن اگر تابع میل و طوله که انتقال پیدا میکنه ما بسازیم، تی سی مساوی میشه به اوورلند فلو تایم، مقدار زمانی که در بر بگیره که جریان سطحی بتونه انتقال پیدا کنه. ال عبارت از طولی است که میتونه همین مقدار جریان سطحی انتقال پیدا کنه. اس عبارت از میل خود سازه آبی است که به فوت بر فوت محاسبه بشه و در سیستم متریک میتونه به متر بر متر محاسبه بشه. یه هم دیاگرام هست که نشان میده که دو تا کچمنت ایریا هست، یعنی یک حوزه آبی در این قسمت قرار داره آب جریان داره جمع میشه، یک حوزه آبی به این قسمت، از این سطح کوه به این طرف جریان پیدا میکنه و از این اطراف به این طرف، اینجا یک حوزه آبگیر تشکیل میده و یه هم از این طرف و از این قسمت یک حوزه آبی دیگه تشکیل میده که هر کدامتون جداگانه بالاخره در مسیر خوب یک رودخانه یا یکی از کانال ها بریزه. Determination of runoff by empirical formula، پیدا کردن یا محاسبه نمودن خود مقدار جریانات سطحی توسط فرمول هایی که بر اساس تجربه به دست آمده. یکی از این فرمول ها که به نام دیکنز فرمولا یاد میشه، Q مساوی است به C ضرب در A به طاقت 3.4. در این فرمول Q به متر مکعب بر واحد ثانیه مقدار جریان سطحی هست، C در این فرمول ضریب جریان هست که میتونه بین 11.5 تا 25 متغیر باشه، و A هم به قسمت کچمنت ایریا یا مساحتی که آب رسید میکنه و باران رسید میکنه به کیلومتر مربع باشه. رایویز فرمولا داریم که کیو مساوی میشه به سی ضرب در ای به طاقت 2/3. این فرمول هم کیو برای ما به متر مکعب بر واحد ثانیه محاسبه میده. سی کوفیشنت رنوف هست که بین 3.75 تا به 10 میتونه متغیر باشه قیمت از اون در ساحه. A میتونه کچمنت ایریا یا همون ساحه که آب باران رسید میکنه به متر کیلومتر مربع گذاشته بشه. انگلیش فرمولا هست که کیو مساوی میشه به 1.123 A بر A جمع 10.4 تحت جذر، که A مساحت به کیلومتر مربع هست، رنوف فرشان به متر مکعب به دست میاد. در صورتی که فرمول بگذاریم میتونیم مقدار کیو به متر مکعب پیدا کنیم. Computation of volume of water collected in a waterlogged area، محاسبه حجم آب که جمع میشه در یک مساحت، اون چه قسم ما میتونیم پیدا کنیم در صورتی که اطلاعات بارندگی برای ما ثبت نشده باشه، موجود نباشه. حجم آب که میتونه در یک زمین جمع بشه همون میتونیم بر اساس متد کنترل لاین و بر اساس متد کراس سکشن پیدا کنیم. کنترل مپ ها مثلا میتونه که کنترل مپ هایی که در ساحه موجود هست، شما نظر به کنترل مپ ها میتونیم بر اساس متد زوزنقعی یا بر اساس پرایز مدل فرمول های هست که شما میتونه بر اساس از این دو فرمول حجم آب که میتونه در این ساحه جمع بشه پیدا کنه، نظر به تغییراتی که در توپوگرافی داره. یعنی کنترل لاین ها یا کنترل مپ ها تغییرات ارتفاع رو نشان میدن که ما نظر به تغییرات ارتفاع میتونیم حدس بزنیم که در همین ساحه همین مقدار آب میتونه لاگت بشه، یعنی مقدار آب میتونه جمع بشه، همون مقدار جمع شدگی میتونیم محاسبه کنیم. جزء B میتونه from cross section باشه، از مقطع میتونیم
از مقطع خود ساحه میتونه مقدار آب تشخیص بدن که جمع بشه. ای به این حالت است که شما چندین مقطر میتونه به انتروال های منظم انتخاب کنیم از زمین، در صورتی که شما اطلاعات توپوگرافی از ساحل داشته باشیم، اطلاعات کنتور مپار داشته باشیم. با توسط چندین مقطعی که انتخاب کرده میتونیم بر اساس یک اسکیل مناسب، بلندترین ارتفاع، پایینترین ارتفاع، ارتفاع متوسط و یا که مقطعهایی که در قسمت مای مختلف در قسمتهای مختلف میتونه تشکیل بشه، از اونا ما حجم آب که میتونه در این زمین در اساس بارندگی که میباره جمع بشه ما محاسبه کنیم، که این قانون پرایز مودل رول و یا ترپزویدل رول که حجم آب میتونه به توسط از اینا مشخص بشه میتونیم شما کار بکنیم. چینل دیزاین فرمولا هست، فرمولایی که برای دیزاین مجرای آب یا دیزاین کانال های آب استفاده میشه. یکی به نام مین ویلاسیتی بای چیزی فرمولا از سرعت متوسطی که ما از طریق چیزی فرمول ها پیدا میکنیم، وی که سرعت از مساوی میشه به سی ضرب در جذر آر اس. سی به قسمت کوفیشنت هست که میتونه که از بر اساس بسین فرمولا محاسبه بشه. آر هایدرولیک مین دپت یا ماشوهای هایدرولیکی میگن. اس میل طولی هست، میتونیم شما به فرمول در فرمول قیمت بگذاریم و بتونیم محاسبه کنیم. سی که بیشتر در این فرمول بود از بزینز فرمولا میتونه کار بشه. قیمت کار از این چه ما میتونیم بگیریم در فرمول بگذاریم قیمت سی پیدا بشه، و یا از کیوت از فرمولا هم قیمت سی میتونه پیدا کنیم، یعنی قیمت این و آر و ایس قیمت بگذاریم سی پیدا بشه، یعنی قیمت این هم یا ضریب درشتی کانال هم در این قسمت داد. و فرمول بعدی که شما میتونیم در محاسبات خود استفاده کنیم فرمول منینگز هست. منینگ فرمول ها، منینگ فرمول ها که سرعت مساوی میشه به یک بر این ضرب در آر به طاقت دوی بر سه اس به طاقت یک بر دو. وی در این قسمت سرعت به متر بر ثانیه هست. این به قسمت ضریب درشتی کانال هست یا ضریب موادی که کانال از او ساخته میشه. آر شعاع هایدرولیکی هست که مساوی میشه به مساحت بر ویتد پرایمتر. و اس به قسمت میل طولی خود ساحل است. میتونیم اس داشته باشیم و یا و آر این داشته باشین سرعت از این معادله محاسبه کنه. اگزمپل اول به قسمت میبینیم گفته شده که a drainage channel which outfalls into a tidal river is to be designed with the following field data. یک کانالی که میتونه مقدار خروجی از این در یک رودخانه باشه دیزاین شده با این اطلاعات که کچ میتیری از این ساحه که آب مساحتی که آب و باران رسید میکنه 15 کیلومتر مربع هست، یعنی به قسمت 15 کیلومتر مربع که 10 کیلومتر مربع از این ساحه روستاها تشکیل میده و میتونه که 5 کیلومتر مربع از این ساحه نیمه شهری تقریبا تشکیل بده، سیمی اوربن هست. مقدار دوام بارندگی در سایه یا استون بیروشن 60 دقیقه است. تاید لاکج پریود در این قسمت میتونه 8 ساعت باشه، ساعتهایی که تاید وجود نداره در خود امو رودخانه. کوفیشنت آف رگوسیتی میتونه 0.025 باشه یا ضریب درشتی کانال که بعد از اون میذاری به مواد کانال از این ساخته شده سفرش 0.25 باشه. اویلیبل لانگیتیودینال سلوپ میل طولی موجود در ساحه 15 سانتی متر در هر کیلومتر هست. دیزاین دی چینل کانال دیزاین کنیم استیومینگ ریزونیبل داتا اف ریکوید کانال دیزاین کنیم. اطلاعات دیگه هم در صورتی که لازم هست شما میتونه اونا رو فرض کنه. حال ما به این قسمت با توجه به اطلاعاتی که به ما داده شده چه چیز لازم داریم. ما اول برای کانال مقدار حجم جریان کار داریم که عبارت از Q هست. Q
کیور ما با استفاده از فرمولای قبلی که یک فرمول پیدا کردن شدت بارندگی بود، چون در این سوال ما شدت بارندگی نداریم، و بعد از اون هم استفاده از فرمول رشنل برای پیدا کردن مقدار حجم جریان هست. پس اول ما میبینیم 60 دقیقه وقت می بود از این فرمول کار میشد، 1020 بر تی جمع دی تی به این قسمت داده شده، دیورشن 60 دقیقه در فرمول میگذاره به دقیقه، بعضو برای ما میگه 15 میلیمتر در ساعت شدت بارندگی است که 1.5 سانتیمتر در ساعت میشه. مساحتی که به این قسمت داریم 10 کیلومتر مربع سایه روستاها است و 5 کیلومتر مربع سایه ریم شهری هست، که به این قسمت ما وقت خواسته باشه مساحت اولی پیدا کنیم، 10 به کیلومتر مربع است به هکتار تبدیل میکنه که مساوی به 1000 هکتار میشه 10 کیلومتر مربع، و 5 کیلومتر مربع مساوی به 500 هکتار میشه. پس ما تونستیم مساحت را پیدا کنیم و به این قسمت حال میم کاها در فرمول کا آی ای داریم، آیا شدت بارندگی پیدا کردیم، ای مساحت را پیدا کردیم، تنها چیزی که به این قسمت ما نداریم کا است. کار میتونیم فرض کنیم برای سایه کایک که عبارت از سایه روستا از 0.3 و کادو که عبارت از سایه نیمه شهری هست 0.5 در این قسمت فرض میکنیم. حال ما میتونه با استفاده از این فرمولا KIA بر 36 مقدار حجم جریان رو پیدا کنیم، چون جریان به دو بخش میشه، یک سایه شهری هست و یک نیمه شهری هست، یک سایه روستا هست، این روستای نیمه شهری، هر دو جریان وقت محاسبه کنیم، KIA در روستا و KIA در نیمه شهری وقت قیمت بگذاریم، به قسمت 22.92 متر مکعب بر واحد ثانیه مقدار جریان هست که میتونه عبور کنه. حال اگر ما این مقدار در 24 ساعت پیدا کنیم، در 24 ساعت وقت پیدا کنیم، میتونیم بگیم 22.92 ضرب 24 ساعت در ساعت 60 دقیقه و 60 ثانیه است، اینقدر متر مکعب پیدا میشه، یعنی تقریبا 1,980,288 متر مکعب آب میشه در 24 ساعت. 8 ساعت در تاید وجود داره، پس آب نمیتونه به قسمت انتقال پیدا کنه. در 16 ساعت دیگه که میتونه دسچارج از در رودخانه انتقال پیدا کنه، همین مقدار آب که در 24 ساعت از در 16 ساعت ایر انتقال میدیم به متر مکعب بر واحد ثانیه تبدیل میکنیم، که 1,980,288 تقسیم بر 16 ساعت ضرب 60 ضرب 60 34.38 متر مکعب بر واحد ثانیه مقدار جریان هست که میتونه از این کانال عبور کنه. حالا می مقطع کانال ما دیزاین میکنیم، مقطع کانال میگیم یک به نسبت یک میل عرضی، بی عرض پایین ترین عرض و قسمت بالا وقت میل، این قسمت یک به نسبت یک باشه، ارتفاع دی باشه، ای سطح بالایی عرضه میشه، بی جمع دو دی. پس مساحت از ای ما اگر خواسته باشیم پیدا کنیم مساوی میشه به بی جمع دو دی ضرب دی تقسیم بر دو، یعنی بی جمع دو دی تقسیم بر دو ضرب دی، که بی قسمت ما میتونیم اینا رو ساده بسازیم، بی جمع دی ضرب دی این مساحت به دست بیه. ویتید پرایمتر یا محیط تر شده رو پیدا میکنیم، یک بی محیط تر شده است، یک ای طول و ای طول هست، وقتی ای ارتفاع دی باشه، میل عرضی هم یک به نسبت یک باشه، پس ای زل از ای مثلث هم دی میشه، پس میتونه بگیم دی مربع جمع دی مربع مساوی میشه به ای طول، جذر از ای طول که از اینجا محاسبه کنه، پس میتونه بگیم که بی جمع دو جذر دو دی این محیط تر شده از این قسمت به دست میه، که آر مساوی مساحت بر ویتید پرایمتر یا مساحت بر محیط تر شده، که مساحت پی قسمت دی جمع دی بی جمع دی ضرب دی داشتیم تقسیم بر ویتید پرایمتر، که بی جمع دو جذر دو دی هست. در صورتی که ما خواسته باشیم مقطع اقتصادی دیزاین کنیم، باید آر مساوی به دی بر دی باشه، یعنی به نصف عمق آر باشه، شاید لیکی میتونه میگه اقتصادی است. پس اگر ما در این فرمول به جای آر دی بر دی بگذاریم،
فرمول وقت ساده بسازیم میتونه بگیم که بی مساوی میشه به 0.828 دی. یعنی ما تونستیم بر اساس مقطع اکانومیک بگیم بی میتونه 0.828 دی باشه. یعنی ما یک اجنس یک دیگه تونستیم پیدا کنه. حال میریم برو حجم جریان. حجم جریان مساوی میشه به کیو ضرب کیو مساوی میشه به ای ضرب در وی. اینجا ما مساحت وی داریم یک بر این آر به دقت دوی و سی دقت یک بر دو و در اینجا این داره 0.025 ای سما داشتیم 15 سانتیمتر در هر کیلومتر 15 تقسیم 100 بر 1000 این مقدار به هر کیلومتر به دست میه یعنی یک متر بر اینقدر کیلومتر متر به دست میه. پس ما میتونیم بگیم همی وی ضرب ای یعنی همی ما ضرب مساحت کنیم برای ما میتونه کیور بده. پس میتونیم کیور مساوی قرار بدیم 34.38 که قبلا پیدا کرده بودیم به جای از این قسمت این ما قیمت به مخرج میگذاریم به جای ای که مساحت بیشتر داشتیم بی جمع دی ضرب در دی جمع ضرب در ای عدد که ما بیشتر داشتیم ضرب در خود آر دوی بر سه آر که به اینجا داریم ضرب در خود اس که داریم. از این معادله ما میم به جای قیمت بی 0.828 دی قیمت میگذاریم به جای بی 0.828 دی قیمت میگذاریم یعنی این 0.828 دی این ضرب ازی بشه دی مربع این هم ضرب ازی بشه دی مربع یک ضرب جمع ازو میشه 1.828 دی مربع این هم ساده میسازیم به جای قیمت 0.828 میگذاریم بالاخره عدد می قسمت ما ساده میسازیم تا ای که دی به دست میه 4.68 پس 4.68 بی به دست ما بی هم میتونه مساوی بشه به 3.785 چون 0.828 دی مساوی به بی بود. پس تونستیم کانال دیزاین کنیم که ارتفاع از 4.68 متر باشه و عرض پایین ترین سطح از او 3.875 باشه. اگزمپل دیگه به این قسمت داریم. اگزمپل دوم هست. ببینید که در این اگزمپل چه اطلاعات برای ما داده شده. گفته این area is waterlogged between August and October when rainfall occurs 150 میلیمتر بر دی. میگه آب در یک ساحه جمع میشه در برج‌های اکتبر و آگست و اکتبر بارندگی 150 میلیمتر در روز هست. The total waterlogged area is 600 hectares. مقدار مجموعی آب که جمع میشه در این ساحه 600 هکتار هست. Design drainage channel to remove the drainage congestion with the following data. شما مقدار حجم مقدار ظرفیت کانال رو پیدا کنین که بتونه مقدار آب که در این برج ها جمع میشه بر اساس اطلاعاتی که در زیر داده شده جریان بده. رن آف کوفیشنت به قسمت داده شده 0.6 ضریب جریان 0.6 سرعت نباید از 0.75 زیاد بشه متر بر ثانیه. سایت سلوپار گفته 1.5 در 1 باشه. استیوم از ریزونبل دیتا فریکوئنت. اطلاعات دیگه هم میتونه فرض کنیم در صورتی که نیاز باشه. مساحت کلی ما داریم 600 هکتار آی داریم 150 میلیمتر که 15 سانتیمتر بر روز هست. ای تبدیل میکنه میشه 0.625 سانتیمتر در ساعت تقسیم 24 میسازیم. مساحت 600 هکتار داریم کا یا ضریب جریان هم 0.6 داریم. به سادگی میتونیم با استفاده از KIA ما حجم جریان رو پیدا کنیم. حجم جریان وقتی پیدا کنیم 6.25 متر مکعب بر ثانیه میشه. ما اینجا داشتیم سرعت از 0.75 نباید زیاد بشه. پس Q مساوی میشه به A ضرب در V. A مساوی میشه Q بر V. 8.33 ما تونستیم مساحت از این جریان رو پیدا کنیم. مساحت که به عدد پیدا شده مقدار آب که عبور میکنه 8.33 متر مربع آب از این مساحت عبور میکنه. پس ما میم مساحت از این پیدا میکنیم بی جمع دو دی بی قسمت چون چی داره ما 1.5 در 1 داریم. پس وقتی که این قسمت دی باشه
این قسمت میتونه 1.5 دی باشه، 1.5 دی بی طرف داریم، 1.5 دی بی طرف 3 دی میشه. پس بی جمع 3 دی سطح بالایی و بی سطح پایینی، 1/2 بی جمع بی، بی پایین جمع بی جمع 3 دی تقسیم بر 2 ضرب در دی که ارتفاع است، 2 بی جمع 3 دی ضرب در دی تقسیم بر 2 مساحت پیدا میشه که باز بیتیت پرایمتر و با ترتیبی که قبلا توضیح داده شده پیدا میشه. بی جمع 3.6 دی آر مساوی میشه به ای بر ویتید پرایمتر که آر پیدا میکنیم. بازم میگیم که مقطع اکانومیک یا اقتصادی دی بر 2 هست، به جای از قیمت میگذاریم بی را جنس دی پیدا میکنیم 0.6 دی. بی 0.6 دی هست، پس میگیم بی قسمت برو از این فرمولی که قبلا مساحت 8.33 بود، به جای مساحت قیمتی میگذاریم. از اینجا ما میتونیم بیر پیدا کنیم 1.99 کور 2 متر میگیریم و بی هم که 0.6 دی هست 1.2 به دست میاد. پس ما تونستیم مقدار جریان در این قسمت داشتیم، بی و دی که ابعاد خود کانال هست به سادگی محاسبه کنیم. این اگزمپل دوم بود در این قسمت. آخرین اگزمپل، اگزمپل سوم است که مربوط به همین دیزاین خود کانال هست. For the contour map of the water logged area the following data are recorded. برای یک کنتور مپ این اطلاعات ریکارد شده، یعنی کنتور این ارتفاعاتی که در کنتور لاین ها مشخص میشه و یه مساحت در هر کنتور لاین ها. گفته design a rectangular channel to drain out the whole water collected in the above area in 2 hours. گفته تمام همی آبه که در 2 ساعت جمع میشه در همه مساحت های بالا، شما یک کانال ریکتنگولر مستطیلی دیزاین کنه که همی آبه بتونه عبور بده. اسیوم لانگیتیودینال سلوپ از 1 in 4000، فرض کنیم که میل طولی 1 به نسبت 4000، رفنس کوفیشنت یا امو این 0.01 از ویلاسیتی فلو ناتیک سیت 1 متر بر سکند، سرعت جریان از 1 متر بر ثانیه نباید که زیادتر باشه. پس بر اساس از این اطلاعات می ما اول حجم جریان رو پیدا میکنیم، بخشیم حجم خود کانال، حجم همین آب رو پیدا میکنیم. اول حجم رو پیدا میکنیم، بعد به 2 ساعت تقسیم میکنه که کیو به دست بیه، چون حجم بر زمان میتونه کیو بشه. اینجا یک فرمول داره به نام پرایس مودل فرمولا که این فرمول مساوی میشه به دی بر 3 ضرب در مساحت اولی جمع مساحت آخری جمع 2 چند مساحت هایی که تاق با میمونه، به قسمت مساحت تاق ای و مساحت 199 هست، جمع 4 چند مساحت های جفت که مساحت 2 و 4 مساحت جفت است. وقتی به این قسمت ما قیمت گذاشتیم، عمق که تغییر داره 0.5 است، بین از اینا هم عمق 0.5 است. پس وقت قیمت بکتاره میتونه 23225 متر مکعب به دست بیه. پس حجم آب که در 2 ساعت جمع شده عبارت از 23225 تقسیم بر 2 ساعت که ساعت رو تبدیل کنیم به ثانیه، 3225 متر مکعب بر واحد ثانیه مقدار حجم جریان از این کانال میتونه به دست بیه. پس ما اگر یک کانال مستطیلی دیزاین کنیم، بی زود دی میتونه باشه. اول میره مساحت پیدا میکنه کیو بر وی، وی گفته 1 متر بیشتر نباشه، کیو رو بیشتر به دست آورده، پس مساحت میشه 3225 متر بره. ایریا مساوی میشه به بی ضرب در دی، پس بی ضرب در دی که 3225 بشه. محیط طرح شده مساوی میشه به 2 دی جمع بی، پس آر مساوی میشه بی بر 2 جمع 2 دی، آر مساوی میشه به بی دی 3.25 تقسیم بر 2 دی که بی جمع 2 دی هست. پس به این قسمت ما رو از این فرمول قیمت میگذاریم، وی مساوی میشه به 1/n این آر به طاقت 2 و 3 ضرب در 1/2، میل 1/4000 داشتیم، آر قیمت یعنی 3.25 بر بی جمع 2 دی داریم و وی مساوی به 1 داریم، 1/0.01. اگر ما قیمت از این به جای از این نگذاریم، خود از این آر پیدا کنیم، ساده تر فرمول میشه، آر ما میگذاریم 0.5 به دست میاد. 0.5 در این فرمول وقت قیمت بگذاریم، بی از جنس دی به دست میاد، بی مساوی میشه به بی به جنس دی به دست میاد 3.225 - 0.5 بی.
اگر ما در فرمول مساحت b ضرب در d به جای d سه این فرمول بگذاره قیمت از این بگذاریم مساوی به 3225 پس به اینجا b پیدا میشه 1.238 یک b پیدا میشه 5.212 پس اگر ما به این قسمت در نظر بگیریم b 5.212 d مساوی میشه به 0.618 اگر b بگذاریم ما 1.238 دی مساوی میشه به 2.61 منطقی ترین دی که ما انتخاب کنیم 2.61 است بخاطر از اینکه وقت عمق بیشتر باشه مقدار تبخیرات میتونه کمتر باشه ای بود چپتر پنجم که برای شما ارائه شد انشاءالله باز چپترهای بعدی را برای برج بعدی شروع